تصور کن یه روز از خواب بیدار میشی و نقشه زمین دیگه اون چیزی نیست که همیشه میشناختی. خشکی‌ها زیر آب رفتن و زمین به کلی دگرگون شده. آیا میتونیم تو چنین شرایطی زنده بمونیم؟ چه اتفاقی میفته اگر جای آبها و خشکی‌ها رو زمین عوض بشه؟ این سوال فقط یک تخیل نیست، بلکه به تغییراتی اشاره داره که میتونه دنیای ما رو کاملا تحت تأثیر قرار بده. من رامتین و اینجا کانال داستانهای جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. بیایید با یک حقیقت ترسناک شروع کنیم. آب 71% از سطح زمین رو پوشش میده و به حفظ تعادل دمایی زمین کمک میکنه. حالا اگه جای آبها و خشکی ها عوض بشه، این تعادل از بین میره. چرا؟ چون آب میتونه مقداری زیادی گرما رو بدون تغییر زیاد در دمای خودش جذب کنه. اقیانوس ها مثل یک سیستم خنک کننده برای زمین عمل میکنن. اما وقتی خشکی های بی آب و علف جای اقیانوس ها رو بگیرن، دیگه خبری از این خنک کننده نیست و زمین به سرعت گرم میشه. فکرشو بکن، دمای زمین حتی چندین درجه بیشتر از چیزی که الان هست میشه. ولی این همه ماجرا نیست. مهمترین تأثیر این جابجایی روی اکسیژنه که ما برای زنده موندن نیاز داریم. چیزی که شاید خیلی ها نمیدونن اینه که 70% از اکسیژن جو توسط گیاهان دریایی و پلانکتون ها تولید میشه. این موجودات ریز توی سطح آب اقیانوس ها زندگی میکنن و بدون اونها اکسیژن کمتری در اختیار ما قرار میگیره. اگه اقیانوس ها از بین برن، این اکسیژن هم از دست میره. حالا تصور کن، وقتی اکسیژن کمه و سطح کربن دی اکسید بالا میره، زمین نه تنها گرمتر بلکه غیر قابل سکونت میشه. حالا بریم سراغ حیات جانوری. در این شرایط خیلی از گونه های جانوری نابود میشن. حیوانات گیاهخوار اولین قربانی ها هستن، چون با از بین رفتن گیاهان دیگه غذایی برای اونها وجود نداره. گوشتخوارها هم به سرعت از بین میرن، چون شکارچی ها برای بقا به شکار نیاز دارن. ولی شاید جانوران خونسردی مثل خزندگان شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشند، چون نیاز کمتری به غذا دارن و بدنشون میتونه با دمای بالا سازگار بشه. اما از بین رفتن گونه ها تنها یک بخش کوچیک از این داستانه. حالا بیا تصور کنیم که همه این تغییرات روی تمدن بشری چه تأثیری داره. با از بین رفتن منابع آبی، کشورها وارد یک رقابت مرگبار برای کنترل آب میشن. آب به یک کالای نایاب و گرانبها تبدیل میشه و جنگ‌های جهانی برای دسترسی به آب شکل میگیره. کشورهایی که در حال حاضر به آب وابسته هستن، دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی میشن. چون صنعت ماهیگیری و تجارت دریایی کاملا از بین میره. فکر کن دیگه خبری از غذاهای دریایی یا سفرهای بین‌المللی دریایی نخواهد بود. ما مجبور میشیم تمام منابع زمینی رو استفاده کنیم که به سرعت هم تمام میشن. نکته جالب اینجاست که حتی بلندترین قله دنیا هم تغییر میکنه. الان کوه اورست با ارتفاع 8840 متر از سطح دریا بلندترین قله جهانه. اما اگه آبها و خشکی‌ها جابجا بشن،
کوه ماونا کیا در هاوایی که بخش بزرگیش زیر آبه تبدیل به بلندترین قله دنیا میشه. این کوه که ارتفاعش از پایه تا قله به 10200 متر میرسه بالاتر از هر قله‌ای قرار میگیره و اورست زیر آب دفن میشه. اما چه نظریاتی درباره این جابجایی عجیب وجود داره؟ برخی دانشمندان و محیط زیست شناسان معتقدند که تغییرات اقلیمی میتونه باعث تغییرات گسترده در سطح دریاها و خشکی‌ها بشه. با افزایش دمای زمین و ذوب شدن یخ‌های قطبی، سطح آب دریاها افزایش پیدا می‌کنه و شهرها و کشورهایی که در سواحل قرار دارن زیر آب میرن. این اتفاق ممکنه در آینده‌ای نه چندان دور رخ بده و حتی برخی میگن که تغییرات اقلیمی ممکنه زمین رو به یک سیاره بیابانی و غیر قابل سکونت تبدیل کنه. از طرفی نظریه‌هایی هم وجود داره که میگه جابجایی‌های بزرگ زمینی مثل حرکت قاره‌ها و تغییرات در سطح زمین میتونن اثرات مشابهی داشته باشن. مثلا فرضیه پانگیا که زمانی تمام قاره‌های زمین یک خشکی بزرگ رو تشکیل میدادن شاید دوباره در آینده به وجود بیاد و باعث تغییرات گسترده‌ای در زمین بشه. همه اینها سوالاتی هستن که هنوز پاسخ قطعی براشون نداریم. آیا زمین ممکنه روزی به این شکل در بیاد؟ آیا تغییرات محیطی و اقلیمی میتونن دنیا رو به کلی تغییر بدن؟ و آیا انسان‌ها میتونن در چنین دنیایی زنده بمونن؟ دوست دارم بدونم تو چی فکر میکنی؟ به نظرت ممکنه روزی چنین تغییراتی رو ببینیم؟ حتما نظرت رو توی کامنت ها بنویس و یادت نره که ویدیو رو لایک کنی. همچنین اگر عضو کانال نشدی حتما سابسکرایب کن تا داستان‌های بیشتر و جذابتری از رازهای جهان رو با هم کشف کنیم.